درباره این موضوع بیشتر صحبت می‌کنیم با امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت. آقای معماریان، می‌دونیم که چقدر روسیه سابقه داره در کارزارهای تبلیغاتی گسترده در شبکه‌های اجتماعی، در دوره‌های مختلف این کارو کرده. معلومه که جنگ اوکراین هم چقدر براش اهمیت داره، اما رویکرد شبکه‌های اجتماعی رو چطور میشه دید در مواجهه با این اطلاعات غلط؟ به نظر می رسید که تلگرام مسیر خیلی بازی رو برای این اینفلوئنسرها در واقع فراهم کرده، چون به هر حال هم اینستاگرام هم فیسبوک هم توییتر در روسیه بلاک هستن. بنابراین تلگرام جایی هستش که بسیاری از این اینفلوئنسرها رشد نمو کردن و در طی یک سال و نیم گذشته نقش بسیار مهمی در جنگ بین روسیه و اوکراین داشتن و کاری میکنن که در واقع خیلی بدی هستش و تا حالا سابقه نداشته و در بسیاری از کشورها امتحان نشده. مثلا اینکه خبرنگاران یا بلاگرها در خود جبهه‌های جنگ باشن، در خط مقدم باشن، فیلم برداری کنن، رو ماشینشون دوربین سوار باشه و بتونن که گزارش زنده بدن و این در واقع ویدیوهایی رو تولید بکنن که برای نه تنها شهروندان روسی براشون جالب ممکن باشه، بلکه برای خبرنگارای خارج از روسیه، برای رسانه‌های مختلف، برای تحلیلگرا، برای کسی دیگه و حتی خود اوکراینیا مهم باشه که ببینن که در حرکات سربازان روسی در واقع دنبال بکنن. برای روسیه خب خیلی مهم بوده، چون که کارهایی که اینا میکنن یک جوری هم راستا هست با سیاست‌های جنگ طلبانه دولت پوتین و یکی از مواردش این است که به هر حال بسیاری از افرادی که پوتین و دولت روسی میتونه بسیج کنه که برن به جبهه‌های جنگ، توسط همین افراد در واقع هیجان زده میشن، تشویق میشن که به جبهه‌های جنگ بپیوندن و نقششون انقدر مهم بوده که در طی ماه‌های گذشته بسیاری از افراد که شما جزئیاتی از درآمدشون مطرح کردین با پوتین دیدار داشتن و برخیشون در کمیته‌های مختلف مربوط به جنگ عضویت دارن. بنابراین داره واقعا یک نقش مهمی رو در این جنگ بازی میکنه به صورت تبلیغاتی و البته ناگفته نمونه که در انتشار اخبار گمراه کننده و انتشار اخبار غلط هم نقش بسیار مهمی دارن. بسیاری از ویدیوهایی که این افراد درست کردن تا الان وقتی که صحتش اعتبار سنجی شده متوجه شدن که غلط هست، دروغ هستش و کاملا ساختگی هست. برای اینکه میخواستن یک روایت خاصی رو جا بندازن اومدن یک همچین ویدیو رو ساختن که به هر حال گمراه کننده. اما چقدر دست شبکه‌های اجتماعی باز اساسا در مواجهه با اینها؟ چون از یه طرفی بحث آزادی بیان مطرحه، از یه طرف بحث راستی آزمایی، یعنی یک چیزیه که نهایتی نداره اگه بخوان خیلی دقیق واردش بشن. مسئله خب بسیار پیچیده ای هست، همونطور که شما گفتین. خب بسیاری از رسانه‌های مرتبط با دولت روسیه در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی محدود شده یا کاملا دسترسی به اونها قطع شده، ولی در تلگرام این محدودیت رو ندارن. مسئولان تلگرام در پاسخ به انتقاداتی که ازشون میشه در خصوصی که به اینها دسترسی میدن میگن که خب به هر حال این یک شبکه اجتماعی هستش که هم اینا بهش دسترسی دارن، هم مثلا مردم میتونن که به سخنرانی های زلنسکی گوش بکنن، هم میتونن به برنامه های یا خبرهای بی بی سی مثلا توجه بکنن، گوش بکنن، ببینن و بخونن. بنابراین یک جایی هستش که نه تنها فقط اینا دسترسی دارن، بقیه هم هستن. بنابراین از این جهت دفاع میکنه از این که بتونه که به هر حال یک فضایی باشه که بتونن که افراد هر خبری که میخوان بگیرن. ولی خب قطعا میشه گفتش که این اینفلوئنسرها به نهایت از این استفاده کردن و پوتین هم در جلسه که با همین بلاگرها داشته، با همین خبرنگاران سابق و این کسانی که در خط مقدم هستن و میشه گفتش که خط مقدم اول جنگ تبلیغاتی روسیه هستن، گفته که این جنگ اطلاعات هست و جنگ تبلیغات هست و از این جهت نقش شما برای ما خیلی مهمه. آقای معماری، اما میدونیم که چقدر جمهوری اسلامی چشمش به روسیه و چین برای مدیریت فضای آنلاین، چقدر فکر میکنین که الگو برداشته به ویژه از روسیه؟ به نظرم خب شباهت‌هاشون خیلی زیاد هست، از جهت به هر حال بسیج کردن افراد در حوزه شبکه اجتماعی و اونها رو به عنوان یک فرد مستقل جا زدن، ولی دقیقاً افرادی که میان فقط پیام‌های اون دولت رو تبلیغ می‌کنن شبیه جمهوری اسلامی هست. در فضای مجازی فارسی زبان ما می‌بینیم که خیلی از افراد هستن که روایت‌های جمهوری اسلامی رو تبلیغ می‌کنن، دائما سنگ اونها رو به سینه می‌زنن،
ولی کسانی هستن که ثابت شده که این افراد خط و ربط دارن، وست هستن، منابع مالی بهشون تزریق میشه و از این جهت نمیشه گفتش مستقل هستن، ولی شکل و شما که درست میکنن به این ترتیب است. برای من شباهت ها و موارد شباهتش بسیار زیاد هست، جز اینکه مثلا شاید بگی چه گفتش که مثلا خب این بلاگرها مثلا تو شبکه هاشون تو کانال هاشون میان تبلیغای فشن و مد و چیزای دیگه میذارن، ممکنه قمار رو اینا هم بذارن، خب این کارو تو جمهوری اسلامی ممکن نکنه، ولی در بقیه موارد در واقع میشه گفتش که مثلا خیلی شباهت زیاد هست. سپاسگزارم از شما، امید مماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت با ما.